اینطوری یه دختر رو بخندون و جذبش کن بیایید در مورد اینکه چگونه یک دختر رو بخندونیم تا او اوقات خوبی رو داشته باشه و بیشتر به شما علاقه من بشه صحبت بکنیم شوخ طبعی یکی از بهترین راهها برای نشون دادن شخصیت خودتون در قرارهای ملاقات هستش با این حال اکثر پسرها مرتکب اشتباه بزرگی میشن که زیاده روی میکنن و اغلب بیشتر شبیه دلغک ها رفتار میکنن به جای اینکه فقط پسرهایی باشن که اتفاقا خنددار و جذاب هستن. همینطور مهم هستش که بفهمیم چه چیزی باعث خنده یک زن یا دختر خانم میشه چگونه این کار رو به روش درست و صحیح انجام بدیم در غیر این صورت اگر تنز شما عجیب، نامناسب، ترسناک یا حتی بد جلوه بکنه ممکن هستش شانس خودتون رو از دست بدید به همین دلیل هستش که من در مورد چگونگی با مزه بودن به شیوه جذاب میخوام با شما صحبت بکنم همچنین چه زمانی از اون استفاده بکنید و چه زمانی هرگز سعی نکنید که خندهدار باشید چون بیشتر از اینکه مفید باشید ضرر داره سلام مریم هستم کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران و همینطور مربی حرفه‌ای در آنتاریوی کانادا دوستان عزیزم شما میتونید ویدیوهای مورد نیازتون رو با باز کردن پلیلیست انتخاب کنید و ببینید هر سوالی رو هم داشتید بپرسید و منتظر نظر کارشناسی من باشید ممنونم از پیام های زیباتون لطفا سابسکرایب کنید زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای ما با خبر بشید برای زندگی بهتر با ما همراه بشید همه تون رو دوست دارم استفاده صحیح از تنز برای خندوندن یه دختر اگر به درستی و در لحظات مناسب انجام بشه خندهدار بودن ابزار فوقلاده ایه. اگر بتونید یک دختر رو بخندونید میتونید بدون اینکه اون رو عصبانیش بکنید از ظاهر اون چیه تعریف بکنید اگر در تقلید صدا یا در آوردن ادای شخصیت های مشکور مهارت دارید همون رو میتونید تستش بکنید اگر همیشه جواب های بامزه به ذهنتون میرسه وقتی در کنار دختر مورد علاقتون هستید هم میتونید اون رو استفاده بکنید فقط به یاد داشته باشید که تنز بردازی های شما خوشایند باشه و موجب ناراحت شدن کسی نشه این باعث میشه قرارهای شما راحتتر و قابل اعتمادتر هم بشه دقت داشته باشید همینطور یک راه درست برای خنددار بودن و یک راه اشتباه هم وجود داره راه درست برای خندهدار بودن این هست که این کار رو زمانی انجام بدید که واقعا خودتون رو سرگرم می کنید و به چیزهایی فکر می کنید که برای شما خنده هستش. اساسا شما یک مشاهده تجربه یا شوخی یا داستان سرگرم کننده رو میخواهید چیه به اشتراک بذارید چون برای شما خندهدار بوده به او اجازه بدید که دیدگاه و تجربه شما رو به دست بگیره و باعث لذتش بشه. وقتی چیزی خندهدار پیدا کردید از صمیم قلب چیه بخندید خنده واقعی و شاد مصری هستش حتی اگر به دلایلی اونها به شما ملحق نشن باز هم با شما گرم خواهم بود مگر اینکه شما یک فردی باشید که عادی نمیخندید راه اشتباه برای خنده بودن این هستش که سعی بکنید با مزه باشید فقط برای اینکه یک واکنش احساسی در او به وجود بیارید به عبارت دیگه زمانی که از تنز به عنوان ابزاری دستکاری برای رسیدن به هدف و نه برای سرگرمی استفاده میکنید جایی هستش که بسیاری از مردان در اونجا شکست میخورن و بعد به شکل دلغک های در میان که بیش از حد دارن چیه تلاش میکنن دوستان عزیزم شما میتونید ویدیوهای مورد نیازتون رو با باز کردن پلیلیس ها انتخاب کنید و ببینید هر سوالی رو هم داشتید بپرسید و منتظر نظر کارشناسی من باشید ممنونم از پیام های پرمهرتون لطفا سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای ما با خبر بشید برای ادامه ویدیو با من همراه بشید از عکس های بامزی اینترنتی کمک بگیرید اگر مدام در اینستاگرام یا شبکه های مجازی دیگه چرخ میزنید از این فرصت استفاده بکنید و تصاویر و ویدیوهای کوتاه با رو ذخیره بکنید و زمانی که با دختر مورد علاقتون میخواید وقت بگذرونید به اون نشون بدید البته باید اشاره کنم که در این مورد شورش رو در نیارید فقط دو یا سه تا موضوع خنده کفایت میکنه وگرنه حوصله طرف مقابل سر میبرید و دوست داره که سریعتر خداحافظی بکنه و فرار بکنه از دست شما یک عکس بامزه از خودتون بگیرید و یک فیلتر خندهدار به اون اضافه کنید در مواقعی که با همدیگه هستید با کمک همدیگه یک عکس از خودتون بگیرید و بخندید یا حتی میتونید زمانی که کنار هم نیستید یک عکس خندهدار با فیلتر خندهدار برای همدیگه بفرستید و اینطوری میتونید ارتباطتون رو بیشتر بکنید زمان مناسبی رو برای خندوندن اون انتخاب بکنید توجه داشته باشید که همونطور که هر سخنی مکانی رو داره هر خنده ای هم زمانی رو داره وقتی دختر مورد علاقتون غمگین هست سعی کنید در ابتدا به اون همدردی بدید و دست از اینکه به زور اون رو بخندونید بردارید یا وقتی از چیزی عصبانی هستش موقع خلاقیت برای خندوندن دختر نیستش و باید سب بکنید تا اوضاع کمی آروم بشه لازم نیست همیشه با باشید هر کسی عاشق خندیدن و خوشگذرونی هستش اما گاهی دختر مورد علاقتون تمایل داره با شما صحبت جدی رو داشته باشه یا موضوع مهمی رو با شما در میون بذاره اگر همیشه دنبال شوخی و خنده باشید دیگه شما جدی نیستید و شما رو جدی نمیگیرن و نمیتونن با شما مسائل مهم رو در میون بذارن پس پیشنهاد من این هست که برای جلوگیری چنین وضعیتی گاهی سبک رفتاری خودتون رو تغییر بدید تا اونها بتونن به شما تکیه بکنن و حرفهای جدیشون رو با شما بزنن با او بخندید نه به او هیچ کس از اینکه مدام موضوع خنده و سوژه و سرگرمی باشه لذت نمیبره پس هیچ وقت به او نخندید و او رو مسخره نکنید خندیدن زمانی قشنگ هست که هر دوی شما لذت ببرید و خوشحال باشید این هم از روش های خندوندن دختران هستش که میتونید به قلب اونها چیه راه پیدا بکنید از چیزهای اطراف برای سرگرمی و خلاقیت استفاده بکنید روشی که شما در این مورد به کار میبرید این هست که به سادگی چیزهای اطراف خودتون رو نگاه بکنید سپس وقتی چیزی غیر عادی یا چیزی که خیالتون رو قلقلک میده و باعث میشه لبخند بزنید متوجه میشید موقعیت احمقانه ای رو در مورد اون تصور بکنید فقط فراموش نکنید که زبان بدنتون رو در این لحظه استفاده بکنید. این کار های شما رو بسیار تاثیرگذارتر میکنه همچنین جذابیت زیادی هم به شما میده تماشای کمدی یکی دیگه از راه های عالی برای خندوندن یک دختر تماشای کمدی هستش استنداب ها و به خصوص کمدی های بداهه برای اقواگری عالی هستند اونها به شما کمک میکنن تا ببینید مردم به چه چیزی پاسخ میدن ایده های شوخی عالی رو به شما میدن مردم شما رو سرگرم کننده میبینن که این خودش خیلی به جذابیت شما کمک میکنه چیزی که یک زن رو از همه بیشتر میخندونه پرسیدن سوال های خنددار گفتن داستان ها و جوک های خنددار استفاده از شوخی های مناسب باعث خندوندن هر فردی میشه و زنان هم از این امر خب مستثنا نیستن انواع شوخی ها وجود داره که زنان به طور قابل توجهی بیشتر از مردم میخندن شوخی های نقش آ آفرینی و بازیکوشی همیشه بهترین نتیجه رو داره. این به این دلیل هستش که نقش آفرینی و بازیکوشی در همون لحظه یک جرقه ای رو برای خنده به وجود میاره. هنگام صحبت با زنان از تن زیاده روی نکنید من مطمئن هستم که شما اکنون در حال تصور تمام کارهای بزرگی هستید که میتونید با زنان در قرار ملاقات انجام بدید و از اینکه بدونید چه چیزی باعث خنده یک زن میشه و چگونه اون رو در اون موقعیت انجام بدید خب این خیلی عالی هستش اما لطفا اونقدر زیاده روی نکنید که آزار دهنده باشه و نه همه چیز برای شما خوب پیش نمیره این رو تبدیل به عصبانیت نکنید که همیشه از اون استفاده میکنید و در عوض نقش آفرینی و سایر انواع تنز رو به آرومی در مکالمات خودتون بپاشونید اونها قرار هستش ادویه باشن نه غذا برای صحبت شما قرار ملاقات و اغواگری فقط برای خندهدار بودن نیست. بسیاری از مردان هستند که این رو درک نمی کنند و سعی می زنان زنان رو تنها با استفاده از حس شوخ طبعی اغوا بکنن. اما به نظر میرسه که اونها هیچ وقت آروم نمی گیرن و بعد تعجب می کنن که ا چرا؟ این یک راه عالی برای باز کردن مکالمات و دوست داشتن مردم هستش در ایجاد جذابیت در لحظات مناسب بسیار عالی هستش و همچنین شگفت انگیز هستش که تعاملات شما رو سرگرم کننده و به یاد و جالب میکنه اما قطعا محدودیت هایی رو هم داره که اکنون میدونید چگونه یک دختر رو به روش صحیح بخندونید مطمئنا تعاملات به یاد زیادی با زنان خواهید داشت به یاد داشته باشید که استراحت بکنید از اون استفاده بکنید و لذت ببرید و قبل از اینکه بیان بکنید حتما بدونید برای خودتون سرگرم کننده باشه ممنونم که تا انتها با من همراه بودید مطمئن بشید که سابسکرایب کردید و زنگوله کنارش رو هم زدید و همینطور خوشحال میشم که یک نظر در زیر برای من بذارید ممنون میشم ویدیوهای این کانال رو به دوستانتون هم معرفی بکنید تا اونها هم مثل شما از زندگی خوبی برخوردار بشن دوستان عزیزم شما رو دعوت می کنم به دیدن ویدیوهایی که در انتها پیشنهاد می کنم شب و روز خوبی رو داشته باشید دفعه بعد می بینم اتون.